اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أخوت به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. عرض ادب احترام و خدا قوت خدمت شما بزرگواران. خسته نیستید انشاءالله. بله. و من دیشب هم اینجا برنامه داشتم عرض کردم، گفتم چون دوستان عوض میشن، یعنی موکب در مسیرشونه، موضوعات رو جوری انتخاب کردیم که هر شب همون شب بحث در واقع جمع بشه و سلسله مراتب سلسله جلسات در واقع نیستش. حالا این صوت هم که ضبط میکنن و بافین توی سایت و در واقع کانال هم قرار میده. امشب میخوام راجع به یک موضوعی صحبت بکنم که حتما خودتونم حس کردید و تو این سفر برای خودتون هم جالبه و یه جورایی برامون به قول غربی ها اگزوتیکه. چرا اینجوریه؟ خود راجع به این بحث بکنیم. ما تو زندگی شخصی خودمون، تک تک ماها، معصوم که نیستیم که، خطاهایی از همون سر میزنه، علل خصوص در حق الناس، اون مردم، و خدای نکره غیبتی میکنیم، تهمتی میزنیم، عصبانی میشیم، دلی رو میشکنیم، سری دعوامون میشه. حالا خیلی همچین منم ایم، حداقل منم نباشیم، نیم من هستیم، یه چیزی میگیم به یکی سری بر میخوره، یه چیزی به اون میگن به ما بر میخوره. اما تو این سفر اینجوری نیست. یعنی شما کل این سفر رو نگاه میکنید، بحثی دعوا، این همه آدم کنار هم، مثلا شگفت انگیزه. چرا اینجوری نمیشه؟ چه سبک زندگی اینجا حاکمه که تو سبک زندگی خودم تو شهرامون نیست؟ چه نمیتونیم ببریمش اینو با خودمون؟ آیا اصلا میشه برد؟ یه توقع بی جای حضور تو اینجا. طبعا اینجوری ما نمیتونیم که حرم رو برداریم ببریم، ها؟ برای اینه چجوریه؟ یه 7-8 تا من به ذهنم رسیدم، اینطور خودکار با خودکار روی کاغذ نوشتم. طبعا نکات شاید بیشتری به ذهن شما بزرگواران برسه و اینا رو یه خورده صحبت بکنیم و ببینیم چیم نتیجه گیری بکنیم یا نه. یکی این که این مسیر یکی از ویژگی هاش اینه که حتی درست مال امام حسینه و هرچی مال امام حسینه متفاوته، مثلا همه چیش فرق میکنه، جز خصایص حضرت، مال خودشه. مثلا عشق حضرت مال خودشه، حتی با بقیه اهل بیت هم فرق داره. اونطور که شما برای امام حسین عشق دم دسته، برای بقیه امام اینطور نیست. این واقعیته. ها مثلا امام حسین شما صحبت کردم شرشو طرف عشقش میریزه، بابا هنو نه روزه خونده نه چیزی گفته. چه اینجوریه؟ خب معصومین کالبد شکافی کرده، فرموده حرارتون فی قلوب، یه حرارتی که خودت تو دلا گذاشته. یعنی همه دلای ما امام حسین شناسه. اینم به شما بگم، بعضیتون شاید مثلا ناراحت بشید بگید من اونجوری که شاید و باید گریم نمیگیره، حالا انتظار داری خیلی بیشتر. اول محضر شما بزرگواران عرض بکنم، امام صادق علیه السلام فرمود ما یه پرده رو دل شیعیانمون میندازیم وقتی این طرفی میان، اگر اون پرده برداشته بشه جون میدن همجا میمیرن. یعنی یه کاری میکنن که تازه کلی جلوی داغی رو میگیرن، یه عایق میذارن، وگرنه طرف تصور این که بیاد تو بین الحرمه یه خورده به خودش خوده فکر کنه چه کسایی اینجا بودن، چه کسایی داشتن همینجا میدویدن، ها، آدم دیوونه میکنه، نمیتونه درک بکنه آدم. این بچه ها اومدن همین روبرو برنامه دارن، از این واقعیت های مجازی براشون کربلا رو شبیه سازی کردن، عینک میزنن رو چشمه مردم، بعضی از فیلماشو گرفته بودن دیروز برای من آوردن بهم نشون دادن. اصلا واکنش های عجیب غریب شما میبینید، طرف یه لحظه حس میکنه اونجا عینکو برداشته بودن از رو چشم طرف، بیخیال نمیشد، همینجوری اشک میریخ، بازم خواست کمک کنه، فیلم که ندون تو همون صحنه است. خب این ویژگی امام حسینه. باز میخوام میگم 40 از نظر من باز متفاوت تره. باز مثلا ما تو عاشورا یا حزن داریم هممون، مثلا ظهر و عاشورا بیاد حزنه، اصلا ماجره دهه محرم دهه حزنه. اما اینجا جالبه تو سفر 40 اصلا اون حزنه به اون شکلی اونجا هست اینجا نیست. خیلی هیجان داره سفر 40،
خیلی شورانگیزه، شور و شعف در آدم به وجود میاره. اصلا یه حرکت بودنشو میفهمی، دینامیک بودنشو، پویا بودن اینو متوجه میشی. اینا هممون حس کردیم. یعنی اصلا این سفر، سفری که با حرکت عجینه، این حرکت یک حرکت فیزیکیه که حالا ما یک بخش از 5 تا مسیریم که به سمت کربلا میریم. 5 تا مسیر همینجوری آدم داره میریزه تو دریای کربلا. این یه رودخونه‌اش نجف به کربلاست. اصلا شاید این حرکت رو از ما خواستن که تو دل این حرکت ملکی و وضعی ما اون حرکت ملکوتی و روحی رو بفهمیم که داره یه اتفاقی میفته. میبینید اصلا شما نمیتونید حرکت رو و جنبش رو از اربعین بگیری، مال خودشه، آمیخته با اربعینه، یه فوران آدم هاست، همه میریزن. این اولین شاخصه ای که عجیبه، یعنی یک حرکت همراه با شور و شعف تو مسیر. همه چهره ها رو داری نگاه میکنیم، نه همه خندون. حالا یه نفر اگر پیرن مشکی تن ما نباشه و این المان های عزاداری رو نباشه باشیم، اینا یه خارجی بیاد ببینیم میگین یه کارناوال شادیه، چه بسا. چرا اینا اینجوری هن؟ این شور اولا که بدونیم ما عزای ابا عبدالله غم به اون معنی دنیویشو نداره اصلا. شما در مورد ابا عبدالله اینه که بعد از هیئت اصلا میای بیرون، بچه ها با هم شروع میکنن شوخی کردن، خندیدن، اون بهجت بعد از هیئت، اون شور و شعف بعد از هیئت، میگم چرا میشه خندم میگیره، یا همینه تنها عشقی که شما گریه میکنی بعدش دلت باز میشه. حالا آدم یه کس و کارش خدا نکره از دست میده، یه خورده گریه میکنه، سردرد میگیره، اصلا نمیتونه بخوابه. اینجا بعد کل گریه و گریه هق هق میبینی، بعدش اصلا شاد دلش، دوست داره بگه، بخنده، ها؟ اصلا فضای بعد از اتمام هیئت اصلا یه شیرینی خیلی خاصی داره. بچه‌ها میگن با هم شوخی میکنن، میگن میخند. حالا اینجا اون صد چندانه. کل مسیر همین جوریه. کل مسیر تو حرکت، پویایی، جنبش، هیجان. این یک نکته. نکته دوم که خیلی مهمه، اراده و عزم که توی اربعین شما میبینی. آقا چرا دروغ؟ ما خودمون یه جماعتیم که تو زندگی خودمون میخوام بریم از سر کوچه نون بخریم، اینو با ماشین میریم، تنبلیم ها. اما باور نمیشه، همون آدم اینجا یک اراده عجیب غریب پیدا میکنه برای فتح کنهوی جایی که من باید خودم رو تا اینجا برسونم، تمام سعیشو میکنه. چه اتفاق در آدم میفته؟ ما 5 تا پیامبر داریم به نام میگیم اولو العزم، ها؟ اینا صاحب عزم و اراده، اینا آدمایی هن که دنیا رو به قول یه جوری ریختن به هم. شما عزم حضرت نوح رو ببینید، 950 سال پیغمبری بکنی، به خدا 2 روز بری یه جا به حرفتو گوش نکنن زده میشی. آخرش روایت های ما میگن 8 نفر یا 80 نفر تونست هدایت کن. خیلی اراده میخواد. یعنی ما خودمون بریم یه جا 10 سال کار فرنگی کنیم، 100 نفر نتونیم جذب بکنیم، میگیم کار فرنگی ما به درد نمیخوره، جوابگو نبوده، ولش کن بابا، 2 سال تو این شهر تو این روستا دارم کار میکنم، این مردم گوششون بده کار نیست. خیلی اراده میخواد. یکی کسی مثل حضرت ابراهیم رو شما نگاه بکنید، چه اراده و چه عزمی داره، درگیر میشه با اینا، بوتاشون رو میشکنه، میندازنش، میخوام برسه وسط آتیش. انقدر میگه این آتیش که درست کرده بودن بزرگ بود که با منجنیق پرتش کردن از دور. حضرت موسی علیه السلام این درگیری که با فرعون داشت یک طرف، با این بنی اسرائیل داشت یک طرف، می چه اراده. حضرت عیسی هم همینطور. اما شما آقا رسول الله که میبینی اصلا میدرخشه تو عزم و اراده. 13 سال تو مکه کار بکنی، اون همه بلا سرت بیارن، چند ده نفر بیشتر جذب نشه. برای 1 نفر بلمشون میرفت به طائف پیاده، بلمشون میرفت برای تم. این اراده رو میبینید؟ ما هممون مشکلمون نبود اراده است، وگرنه هیچ کدوم ما دوست نداریم گناه کنیم. ما هر کدومون گناه میکنم ازش ناراحت میشیم، عذاب وجدان میگیریم. پس چرا گناه میکنیم؟ اراده ترک گناه نداریم. مشکلمون اینه، چون عادت کردیم به گناه. گناه یه بخش از زندگی. همون جوری نمیتونیم گناه ترک کنیم که نمیتونیم نمک ریختن رو غذا رو ترک کنیم. طرف عادت کرده نمک بزن رو غذا.
همونطوری نمیتونیم گناه ترک کنیم که آب خوردن بین غذا رو نمیتونیم ترک بکنیم. عادت هم نمیتونیم گناه ترک کنیم چون سیگار رو ترک کنیم. عادت میشه، اصلا یه اتفاق زیستیه، یه سری هورمون تو بدن ترشح میشه، با اون چیز تمایل داری، دوست داری هی این کارو انجام بدی. یه مدل خوابیدن شما عادت میکنی، هی به طرف میگن آ دمر نخواب، خوب نیست برای سلامتی، میگه نمیتونم، عادت کردم. ها آقا بالش بلند نذار زیر سرت، آرتروز گردن میگیری، میگه عادت کردم. یعنی چی؟ یعنی یه خلق و خویی گرفته، تغییر این خلق و خو چیه؟ اراده میخواد. سخته دیگه، یه طرف باید چیکار کنه؟ مثلا یک ماه اونطوری نخوابه تا بدنش به این شیوه جدید عادت بکنه. اینجا اصلا فقط از ما اراده میبینی. به خدا من بعضی قسمت‌های مسیر رو میدم، مثلا پیره مرد کمر خمیده بود، سرش رو نمیتونست بالا بیاره، یعنی فقط داشت زمین رو نگاه میکرد، جوری عصا میزد میرفت. مثلا من اوج خستگی بودم، خجالت میکشیدم، مثلا میگفتیم آقا تیر 250 وایستیم، پیرمرده رو میدیدم میگفتم آقا 300ش کنیم، از خودم خجالت میکشیدم، میگفتم ببینید اصلا این مسیر، مسیر اراده است، مسیر عزمه، مسیر کم نیاوردنه، مسیر خسته نشدنه. آدم هست جلو منو گرفته، خانم 60 سالشه، میگه من توی تهران 10 قدم راه میرم تو آشپزخونه پاهم درد میگیره، زانوام درد میگیره، موندم خودم چجوری اینجا دارم راه میرم. اینجا میگه چی تغییر میکنه؟ اون اراده، اون عزم، اون نگاهه تغییر میکنه. میگن تا سال 1954 یه همچین چیز حالای خوردیم برمرتر، قهرمانی دوی سرعت در دنیا این بود که فکر میکردن نمیدونم یک مایل رو که زیر 4 دقیقه یا 4.5 دقیقه نمیشه دوید. اصلا این تصور رو پیدا کرده بودن که کلن جسم انسان، عضلات انسان این کشش رو نداره دیگه، بالاخره اوج سرعت این آدم اینه، بیشتر از این نمیتونه بوده. 1954 یک دونده این رکورد شکست. میگن این رکورد شکست، تو همون سال صدها نفر رکورد شکستن. این شکستن این رکورد رسید به دبیرستانا، در حد بچه دبیرستانی رکورد میشکستن. چه اتفاق افتاده؟ نگاه عوض شده. تا قبل اون همه فکر میکردن چیه؟ نمیشه، بمبسته، امکان نداره آدم بتونه از یه مایل زیر 4 یا 4.5 دقیقه بدوه. اما وقتی نگاه تغییر کرد، اینه همون آدمه، به خدا عضلاتش قوی تر نشده، ارادش بیشتر شده، مطمئن شده. برای چی میدین؟ چرا؟ برای اینکه همه من و شما یه هدف داریم اون جلو، درسته؟ حتی اون کسایی که معذوریت دارن، حالا با خانواده اومدن یه موقع اذیت میشن، یک تیکه از مسیر رو با ماشین میرن، اما دیگه ما میدونیم دیگه اون جلو کربلا قفله، باید پیاده بشی، یه فاصله طولانی رو باید پیاده بری. اما چرا؟ چون همه یه هدف دارن، همه میخوان چشمشون به یه چیزی روشن بشه، همه میرن که چششون بیفته به یه گنبد طلایی، درسته؟ این هدف، این هدف، و این هدف مشترک بین همه، تمام آدمایی که اینجان یه هدف مشترک، باید بریم اونجا، باید خودمون رو تو این مکان حاضر کنیم، درست شد؟ این هدف مشترک یه اراده عجیب غریب ما داده. فلذا وقتی ما برمیگردیم، اگه نمیتونیم، به خاطر اینکه هدفمون رو گم میکنیم. اگر یک نفر هدفش این باشه که آقا فردا آقا صاحب الزمان ظهور کرد، منو صدام کرد، یه اسلحه داد دستم، گفت 10 کیلومتر بدو برو اونجا اون خاکریز رو نگه دار، من با این وضع میتونم برم؟ من چه آمادگی جسمی ندارم؟ ها میبینی چی میگم؟ این اون هدفه رو نداریم، نه که یتیم شدیم. امام پدر آدمه دیگه، امام رضا میفرماد، ابو شفیق میگه اون پدر دلسوزه، نه که یتیمیم الان 1100 خورده ساله، گم شدیم، هویتمون رو از دست دادیم. ما در دعای ندبه میگیم الامتا حارفیک یا مولای، میگه تا کی حیرونی، یعنی قبول داریم حیرونیم. میبینید همه الان اومدن چی میگه؟ میگه یک زمان خاص توی یه مکان خاص باش با یه آدمای خاص، میگه 40 خودتون رو برسونید اونجا با یه آدمای 40، این با آدم هویت میده، این آدمو سر خط میکنه، این انرژی میده. اون پیرمرد 90 ساله میبینی شروع میکنه دویدن. عکس هایی دیدیم تو مسیر،
پارسال بود یا پیرارسال بود یک فرد عراقی رو دیدم که این از زانو پاهاش قطع بود و سر زانوهاش رو لاستیک ماشین بسته بود که زخم نشه، با دست خودش رو داشت میکشید. مثلا تا خود کربلا ذهن من این آدم مشغول کرده بود. دیروز هم اینجا خیلی بارون بارید دیگه، بارونه اینجا آب جمع شده بود، من داشتم از موکب میرفتم بیرون، دیدم یه جوون عراقی بود پاهاش ظاهرا مشکلی پیدا کرده بود، باند بسته بود، پا برهنه، اما این تصمیم گرفته بود بره تو اون آب و تو اون گل. باید میدیدی این رنگ این باند برگشته بود، قهوه‌ای شده بود، اما محکم داشت میرفت. اینجوری که داشت میرفت من برگشتم نگاه کردم کفشش از کولش آویزونه، این کفششو خودش در آورده، من باید پای پیاده برم. این اراده رو اگه ما اینجا که نگهش بتونیم نگهش داریم برگشتیم شهرهای خودمون، کوه جا به جا میکنیم. هر کاری بخوایم دیگه میتونیم بکنیم. میگیم آقا این کار یه کار شرعی است، الهیه، مورد رضایت و مورد خوشنودی قلب اماممه، حالا میدونم چیکار باید بکنم. محکم میری کارتو انجام میدی. دیگه اون آدمای قبلی نیست. سرما، گرما، بارندگی، هیچی، تمام اون چیزا که باعث میشه که ما حالا عهد بسته مثلا هر صبح ورزش کن، آخ ولش کن امروز بارون میاد. دنبال بهانه. از شنبه. ها؟ این از شنبه منم که میخواد تموم بشه. قرآن میفرماد، روایت ما میفرماد که کارهایی که شیطان سر من و شما میاره تسویفه با سین. یعنی چی؟ یعنی هی سوفا میکنی. سوفا تو عربی یعنی آینده. میگه یه تصمیم مهم که میخواد بگیرید، یه کار مهم میخواد انجام بدید، ای شیطون میاد گولتون میزنه میگه از فردا، امروز تموم شد، از فردا، از شنبه، از اول ماه، از سال دیگه، از عید نوروز، از تابستون، همه اینا کار شیطونه. یا اگه اراده داشته باشه از همین لحظه. یه بنده خدا رو من میشناختم ناراحت بود از اینکه سیگار میکشه، اما 70 سالش به سیگار میکشید. پای کرسی نشسته بود، به پسرش گفت فشکه بار برام سیگار بخر. گفت تو هم ما رو کشتی انقدر ما برات سیگار خریدیم. بس مالی مد نظرش بودا، به باباش گفت. حالا حرف بدی زد، حالا پدر نبود اینجا میگفت. این یه لحظه بهش برخورد، همونجا تو 70 سالگی سیگار گذاشت. یعنی اون اتفاق زندگی تو اینجا میتونی به دست بیاری. اینجا بچه کوچیکو میبینی، من به خدا میبینم دارن. ما بعضیامون برای قبل از سفر میریم کتونیای آنچنانی میخریم، آی کفش فروشی آقا پاهمون تاول نزن، آه این دیگه خوبه، آره یه کتونی خریدم عالی، یه دونم عصا دستم میگیرم اینم که خیلی خوبه، کولهه اذیتم نکنه و فلان. یهو میبینی یه بچه فقیر عراقی از کنارت رد میشه با یه دمپایی، یه کوله هم همینجا معموله نقطه رو دوشش، یه لحظه تمام وجود احساس ضعف میکنی و قبطه میخوری به اراده این آدم و دوست داری اون اراده رو داشته باشی، میگی من چیم از این کمتره. اینجا و سابقونه قرآن دوتا عبارت داره، میگه که فلیتنافس المتنافسون، میگه این یعنی میگه که یه عده‌ان، معنیش اینه که برای رسیدن به یه شیء نفیسی با هم مسابقه میدن. پس فلیتنافس المتنافسون، میگه متنافسون کسایی که میخوان به اون شیء قیمتی برسن، یعنی با هم مسابقه میدن. اما یه مسابقه مثبته، حذف کردن نیست. ما کسی رو نمیزنیم، خودمون رو باید بهتر بکنیم. تو این مسیر اگه همه ما به این توجه داشته باشیم، شما نمیدونم، من نمیشه خیلی هم چجوری بگم، اینطور بگم که شاید خیلی محکم، یکی از همین زائرینی که داره این مسیر رو میره آقا و صاحب اون حضرت حجت ابن الحسن، چون یکی از علما میگفت من حضرت رو در دسته عزاداری اعراب دیدم، این دسته ای که بالا پای میپرن تو سرشون میزنن، هویرج میگن، چی تو هویرج میگن، آره همچین چیزی اسمش. خب این تو این مسیر داره میره، از کجا معلوم از کنار حضرت رد نشدم؟ مراقب بودم. یه جوونی یه چیزی رو کولش انداخته بود، خیلی قشنگ بود، نوشته بود که آقا ببخشید یه همچین چیزی که نشناختمت، شاید نشناختمت، از کنار رد شدم، سلام علیکم. و جلب سلام وارجه به دیگه، گفت دلم به سلامی خوش است که جوابش
واجب است. السلام علیک یا صاحب الزمان. خب این نگاه این مسیر رو پاک میکنه، آدم نمیتونه راحت بیزه بگذره از اینجا. بندگان خوب خدا تو این مسیرن، همه شما بزرگواران که من خاک پای شما هم نیستم، بندگان را لایق و شایسته الهی در این بنده والله العظیم سر سوزن شک ندارم، چون الان اینجایید و خیلی ها نیستند. خواستت اومدی، یه چیزی داشتی، یه گوهری تو وجودت بوده، اون همه آدم حضرت وقت گذاشت برای هور. زهر خدمت حضرت رسید، عرضه داشت آقا اینا الان اینجا، اینا اومدن جلو ما رو بگیرن، تعدادشون هم کمه، تشنه هم هستن، وقتش همین الان اینا رو بزنیم تا بتونیم خودمون برسونیم به کوفه. حضرت فرمود نه، بهشون آب بدید. خیلی اصرار کرد، حضرت فرمود بابا اسمش تو لیسته، یه خورده زنگار گرفته اینا، این خاکستر روش نشسته، یه خورده دمیدن میخواد، حسین میخواد بر این بدمه، این آتیش میگیره، تو چی کار داری؟ اون با من. یوی برگشت بهش گفت سرکلت که اومد مادرت به عذاب بشینه، همین تکونش داد. برگشت زبونم لال، اونم برگری همچین چیزی خدای نکرد بگه. یوی یادش افتاد این آقا فرزند کیه، ریخ به هم، ریخ به هم، کفشاش هم در آورد، نه این نخت و گردنه شما سمت آقا. من مطمئنم هیچ کدام ماها به اندازه هور بد نبودیم و نیستیم قطعا، چون هور جلوی امام زمانشو گرفت. ما که این کارو میکنیم، شما یه جبین امام زمان باشیم، ما مخلصش هم هستیم، خاک پاش هم هستیم. بعد امام حسین رو مستعصل که رضایت میفهمم برم ایران، گفت نمیذارم، باید همینجا بمونم، گفت برم یمن، گفت برگردم، گفت نه همینجا نگهت میدارم. اصلا نگه داشت حضرت تا اون 30,000 نفر رسیدن دیگه. امام او رو مشتریشه، خریداریش کرد. پس یه چیزی داشتی، من نمیدونم چیه، یه مرامی، یه معرفتی، یه خلق خوبی، یه دلنشکستنه، یه جایی که میتونسته حال یکی رو بگیری نگرفتی، یه خوبی داشتی که مال خوبیه. ببینی خوبی ها الهیه، نمونه بارزش رو زمین خود اهل بیتن، یه چیزی داشتی اینجایی، چون کسی که دارن میرن چون کسی خادمن، هیچ فرقی نمیکنه. اون اتفاق است که ما حواسمون رو باید جمع کنیم، اون عزم و اراده رو داشته باش، بدون اینو فریاد بزنی غرور نیست، افتخار کن، بگو خوبم، بگو من الان اینجام لای این همه آدم خوب، با افتخار اینو بگو، بگو چقدر جای خوبیه، کلی به قول همین جدیدا باطون میگه انرژی مثبت میده ها، بگو همه این نفس ها، نفس هایی که دارن حسین میگن، هیچ جای کره زمین هم چیزی پیدا نمیکنی، هیچ جای. چرا هر کسی 40 میاد سال بعدش هم میاد؟ چرا مشتری میشه؟ چی میبینه؟ روح شما اینو درک میکنه، شیرینیشو میچشه، فلسا اینو ترک نمیکنه. مورد سوم، سخاوت و گذشتن از پول تو این مسیر، برخلاف اون چیزی در دنیا الان رایج. خود ماها تو زندگی خودمون، تو سبک زندگی خودمون، صبح و شب داریم میدیم دنبال پول، اینجا داره پولش میگذره. اصلا صحنه های میبینه خجالت آدم میکشه به قرآن قسم. ببین از پول گذشتنه، یه روز یادمه من نوجوان بودم، تو مسجد داشتیم نماز بخوندیم، بخواستن از این جاروبرقی های جدید اومده بود بزرگتر رو در مسجد بخرن، یکی بلند شد گفتش که کمک کنین، همه داشتن پول میدادن، یه بنده خدایی بود این مسجد میومد، یه خورده مشاعرش خوب کار نمیکرد، معروف بود، یه اسمی داشت، با یه پسوند دیوونه ای هم اسمش صدا میکرد. یوی اینم بلند شد 50 تا تک تومانی، 100 تا تک تومانی، حالا اون موقع پول خیلی کمی نبود. خب اینجور در آورد نشون داد، انداخت توی اون کیسه، همه مسجد زدن زیر خنده، چون این کارهای عجب غریب و جالب زیاد میکرد، به قول یه جوری سوژه محل بودا. این آقایی که داشت پول جمع میکرد بهش برخورد، اون ردیف جلو چند تا پولدار و کارخونه دار و اینا هم بودن، مثلا تاجر بودن، می اومدن نماز. برگشت گفتش که چقدر تو جیبت پول داری آقای فلانی؟ گفت آقا یعنی چی؟ گفت به همین الان بگونم چقدر تو جیبت پول داری، من کار دارم، بلند شو پولت تو جیبت دارم. بعد گفت من کار، گفت چقدر انداختین تو؟ مثلا شاید اون موقع 5,000 تومان انداخته بود. گفت آقا من نمیخوام کسی بدونه چقدر. گفت من اصرار دارم بگم اینا، آقا
آدم بزرگ مسجد روشو نمیشه روش زمین بنازن. گفت مثلا 5000 تومانه. گفت چقدر دیگه پول تو جیبت داری؟ بیا نشون بده. این در آورد مثلا چه مثلا 30-40000 تومان پول تو جیبش بود. بعد برگشت به همون فردی که حالا مردم بهش دیوونه خطابش میگن، گفت تو چقدر پول تو جیبت داری؟ این دو تا جیبش گرفت کشید بیرون، دستمال کاغذی ازش افتاد و هیچی نبود. گفت اون خدایی که اونجاست میگه تو 5000 تومان از 40000 تومان دادی، همه جیبتو که خالی نکردی که، این کل دارایی شد. همین چی شد؟ تو یک هشتم این الان پول دادی. فکر نکنی این 100 تومان داد تو 5000 تومان دادی. اینجا به اندازه وسع آدم هاست. بله یک نفر میبینیم یک کامیون میاره چه میوه نگه میداره میبخشه، یه نفرم تو مسیر میبینی یه بچه عراقی پا برهنه وایستاده یه دستمال کاغذی گرفته دستش، شاید اون 50 تا کامیونه. چرا ماهایی که تو زندگی خودمون صبح تا شب دنبال پول در آوردنیم به هر نحوی انشالله حلال، صبح تا شب داریم میدویم پول بیشتر بکنیم، این تو این مسیر برعکس شده، آدم ها دارن پول خرج میکنن، علل خصوص میزبانان ما، علل خصوص میزبانان ما که الزاماً پولدار هم نیستن. یک مستند یه ایرانی اومده بود از عراقی ها ساخته بود، چیزای عجیب غریب که 4-5 بخشش اجازه پخش نگرفت که من یکیشو تو یکی از سخنرانیام تعریف کردم، داستانی شد و کات کردن و ماجرای درست کردن و شبکه‌های وهابی سو استفاده کردن و اینا، حالا اونو میگم چون دیگه پخش شده بود. یک بخش از این یک خانواده عراقی بودن، باورتون نمیشه، اینا پای زائرا رو میتونستن فقط بشورن، پول نداشتن، میگفتن این کار از دست ما بره، ما تو این آش این نخود رو میتونیم بریزیم. بعد طرف رو به دوربین میگفتش که من این پاها رو میشورم، خب این آب رو نگه میدارم به باغچه ها آب میدم باشه، میگم این برکت داره. اون اعتقاد اون آدمه، درسته بهداشتی نیست و اون نمک رو به مهمانش نمیده ها، میگفت برای خودم و میگفت این تا هیچ وقتم خودم و زن و بچه هم میگفت مریض نمیشه، من خودم دیدم. خانم متکدی بود، کل سال تکدیگری میکرد، گدایی میکرد، یه بخش از پولشو میذاشت کنار که یه هفته به زائرا امام حسین عدس پولو بده. دیدی چجوری میان جلو تو میگیرن؟ تو رو خدا بیا بریم، بهشون بر میخوره وقتی رد میشی ها، یخ با خودشون میگن این احتمالاً یه چیز خوشمزه تر جلوتر این غذا رو دوست نداره. برای همین میگم، نمیگم پرخوری بکنید ها، خب ببین نهار خوردم قبلتر خوردم اینطور، یا اگه میتونید دستشون رو رد نکنید، اون کل داراییش دستش گرفته. اینجا دنیای گذشتن از پوله، برخلاف بقیه دنیاها که همه دنبال پول در آوردنن. پس یاد بگیریم ما هم این خصلت رو با خودمون از 40 ببریم. ما یه سوالی خدمتتون میگم، همه من و شما نماز میخونیم، همین الان این جلسه بعد از نماز، تقریبا ما جایی تو قرآن نداریم، خیلی کم، که بگه نماز بخونید بعدش چی؟ بگه چیکار نکنید؟ چرا اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر که نماز برای اون مهمه این برای اون جا نیفتده؟ بابا همرده صلات اومده، انفاق، میگه آدمی که اهل انفاق نیست اهل نفاقه. میدونی ویژگی اون کسایی که خداوند و متعال براشون نقشه میکشه؟ نیاد خدا اون روزی با ما، خدا با ما نقشه برای ما نکشی ها، ما رقمی نیستیم تو برای ما نقشه بکشی. اگر خدا مکر بکنه برای یک نفر نقشه بکشه، اون فاتحش خونده است اون آدم نابوده. خداوند یکی از بدترین نقشه هایی که برای یک نفر بکشه اینه که تو این دنیا بهش پول میده اما او پولو خرج برای خدا نمیکنه، که از بدتر الذی جمع مالا و عدده، میگه اینا کسایی که پول جمع میکنن و عدده چیکارش میکنن؟ زیادش هم میکنن، یه دونه خونه نه 10 تا خونه، 4 تا مغازه نه 40 تا مغازه، زیاد میکنن. اینا میدونی چه؟ کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه، میگه میدونی اینا چی بهشون میرسه؟ حطمه یعنی آتشی، الذی تطلع علی الافئده، میگن آتشی که رو دل میفته جیگرتونو میسوزونه.
از دل آتش میشه صورت میگیره. بعد خطمه یعنی چه تو عربی؟ حطم یعنی خورد کردن، یعنی له کردن. ها شیشه رو خورد میکنن، حطمه استفاده میکنن. میگه آتشی که خوردت میکنه. اینو برای کی میگه؟ برای اون کسی که دست دهنده نداره. خدمتی که از علما رسیده بودیم، از اساتید اخلاق، میگفتش که صدقه میخوای بدی، یه جوری صدقه بده دردت بگیره. دیدی ما صدقه میدیم اصلا دردمون نمیگیره. چرا؟ 500 تومانی میدیم بگیره. حالا طرف میدیم مولتی میلیاردره ها، یه نفر میاد سراغش یه صندوق میخواد بگیره صدقه. اما ببین دردت بگیره اینجا نگه 10 میلیون بدی ها. اما همون آدم شاید بیرسانه عادت داره 1000 تومانی بیشتر صدقه تو عمرش ننداخته. خب یه اگه یه جا 2000 تومان 5000 تومان بده چیه؟ دردش میگیره. میگه اینجوری صدقه بدید. آره پول جون آدمه. آره سخته پول کنه، از بعضی از جون کندن سختره براشون. آره داریم از اینو فراوون، اصلا نخندید، عجیب غریب زیاد داریم. آدم هایی که پولاشونو جمع میکنن جونشونو میدن به اسرائیل، اما پولا رو نگه میدارن برای وارثشون که همون وارثه بره با همین پولا گناه بکنه، هی حواله روح همین بابا بدن مردم. آره اینو زیاد داریم. آقا رسول الله و یک فردی بچه‌هاش خوب بودن، خیلی خوب بودن، بخش از ثروتشون گفتن ما هممون داریم، ببین بخش از ثروت بابامونو ببخشیم. یک باغ خرما با کل محصولشو بخشیدن، محصولشو جمع کردن تو انبار گذاشته بودن کنار همون باغ. اومدن آقا رسول الله هم کردن ناظر این انحصار ورثه، در واقع این وقف ببخشید. وقتی اومدن یه خرمای نصفه اون ته مونده بود دیگه کسی برش نداشت، گفتن دیگه چی بی ارزشه. حضرت فرمود همین خرما نصفه را اگه خودش در زمان حیاتش بخشیده بود بهتر از تمام این چیزهایی بودی که شما بخشید، چون اونو خودش میبخشید. گفتم شاید میلیاردر باشه، اما 5000 تومان برای چی باشه؟ سخت باشه. چقدر ما دست دهندگی داریم در زندگیمون؟ چرا وقتی میریم تعطیل میشه؟ چرا اهل انفاق نیستیم؟ اهل بیت من و شما، اهل بیت ما به چی معروف بودن؟ و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. نونی که میخواستن بخورن و میدادن، روزه گرفته تا شب یه تیکه نون میخوان افطار بکنن. امام حسن و امام حسین مریض شدن، نذر کردن سه روز روزه بگیرن. یکی از چیزایی که تب و بچه تون تب میکنه خوب نمیشه، نذر کنید سه روز روزه بگیرید. استاد اخلاق ما میگفت تب بچه سری خوب میشه. یه نسخه اهل بیتیه دیگه. روز اول مسکین اومد، روز دوم یتیم اومد، روز سوم اسیر. سوال بفرمایید. چرا؟ چون این آدم شک نداره مالک اون نونه. بگید نیست، مال خداست، دادن به بنده خدا. ما توهم مالکیت داریم، بگو مال خودمونه. نه، امانت دادن دست من و شما، پوستمونم میکنن بابت این. یک روایت از این جهت براتون بخونم، میخورد بیشتر به ترسونمتون لازمه. اول اوسیکم و نفسی، اول خودم رو میگم. پیامبر 10 درهم پولی نیاز داشت، درهم پول سیار، دینار پول طلا بود ارزش. 10 درهم به 4-5 تا صحابش داد. دیگه از این حلالتر شما پول رو کره زمین پیدا نمی‌کنید. هبه پیغمبر، هدیه پیغمبر، آری آخر حلاله. ها ما باشیم میریم باش کفن می‌خریم، ببین خیلی حلاله. خب حالا گوش کن ببین چی شد. داد به فردا نماز ظهر که تموم شد، حضرت نماز میخواست شروع کنه، این سپرش گذاشت تو آفتاب برعکس، یه چرمی روی سپر میکشیدن که داغ نشه، اونم برداشت. بعد یهو ابوذر صدا کرد، گفت بیا اینجا. گفت برو روی این سپره وایسا، کفشاتم در بیار. آهن تو عربستان زیر آفتاب. رفت اون بالا وایساد، پاش میسوخت، اینو برمیداشت اون یکی میذاشت. گفت یا رسول الله دارم میسوزم. گفت میخوام بسوزی، بگو 10 درهمو چی کار کردی، توضیح بده بیا پایین. گفت 1 درهمشو مثلا نون خریدم، 2 درهمشو این کار کردم، 3 درهمشو 10 درهمو گفت و حسابی سوخت اومد پایین. همینطور بقیه صحابه رو امتحان کردم چه سوختن. حضرت سلمان رو صدا کرد. سلمان خیلی متفاوته با بقیه صحابه اهل بیت. میگه آنچه که در ذهن سلمان میگذشت اگر ابوذر میدانست میکشتش، نه که ابوذر سلمانو، اون دونسته ابوذر رو میکشت.
ببین کیه حضرت سلمان من نا اهل البیت. معصوم فرمود علم اولین و آخرین رو بهش دادن. پیرمرد بودا، خیلی مسنتر از پیامبر بود، سفید کرده بود، رفت روی سپر وایستاد. حضرت فرمود سلمان چیکار کردی؟ سریع عرضه داشت، همون در مسجد دادم به یه فقیری، پرید پایین، همه ده درهمو. این اهل بیتیه، این رویه اهل بیته. ما ها نگه میداریم، ببین نگاه کن، خدا یه چیزی میده دستم نگه میداریم، میگه خدا بازم بده، میگه خب دستت پره جا نداری که، هر چی بدی بره بازم. خب اگه ما شیعه امام حسنیم، حضرت دو سه مرتبه کل ثروتشو در طول عمرش باشه، کل ثروت خالی خالی همه رو داد رفت. طرف میومد چطور اهل بیت رو؟ ما نمیتونیم این کارو کنیم، چون توهم اینو داریم، این مال خودم الان ریختن تو دستم، مال منه. این چه لوله آب بگی این آب مال منه، به من شما آب نده. لوله تو که مالک آب نیستی که، تو وسیله ای برای این که آب رد بشه. چرا توهم زدی؟ رد کن بره، حبسش نکن. تو بحثای مالی تو اقتصاد اسلامی ما چیزی تحت عنوان پسنداز به این شکلی الان هست نداریم. ما پولو نگه داری یک سالش بگذره حکم تنبیه داره، 20% رد کن بره. اصلا ما باید محل گذر باشیم، یک بخشی رو عاقلانه باید بگذارید کنارا، اون به کنار. آقا من سال دیگه میخواد انقدر به پول رهن خونم اضافه بشه، اینو میخوام پسنداز. این نه، یه وقت با تقدیر معیشت اشتباه نگیرید. من خدمت یکی از علما تماس گرفتم، گفتم که آقا من اجازه دارم از پولی که به مؤسسم کمک میکنی بخشی رو نگه دارم؟ گفت ببین آقا جا، ما شبکه ماهواره‌ای داریم، خب یک قطعه داره 250 میلیون تومان، هر لحظه ممکنه بسوزه، ممکنه دو سالم چیه نسوزه. گفت من ملزمم معادل اون قطعه یا بخرم یا پول آماده نگه دارم که چی؟ هر لحظه. اما ما خدا وکیل خیلی بیشتر آشو داریم، جمکا آجر میکنه میره بالا، میره بالا میره بالا، بعد یه هایی میریم پایین یه متر زیر زمین، یک بند آجرش هم نمیتونیم ببریم. کسی اینجا اگه مثلا من که با بزرگ با بزرگ با بزرگش امامزاده باشه، بشناسه قبر با بزرگ با بزرگ با بزرگش کجاست، درسته؟ قبر بابای با بزرگمون نمیدونیم کجاست، تو این نسل که قبر ما رو هم نمیدونن کجاست، خیلیتون راحت بشه، بچه های خودمون نمیدونن. خب اینجا یه نکته، پس چرا اینجوری داریم واسه این دنیا سرمایه گذاری میکنیم؟ یاد بگیریم این مسیر اربعین مسیر بخشندگیه، از همین عراقی ها یاد بگیرید. فکر نکنید پول دارن این کار میکنن، به خدا این نیست. یه خورده اگه عربیتون خوب باشه باشون صحبت بکنید، بگو اوضاع زندگی چیه، سفره دلشو برات باز بکنه، تعجب میکنی اینقدر با مرام داره خرج میکنه. مورد بعدی مصالحه این سفره. شما تو این سفر دعوا نمیبینید، این همه آدم رو یه جا جمع کن، 10 نفر آدم بذار تو یه جا، فردا دعواشون شروع میشه. اگرم بحثی باشه، بحث بر سر خدمت بیشتر به ظاهره، به ندرت. من معصوم میشن یه مردم؟ نه. چرا این همه آدم اصلا زبون هم دیگر رو نمیفهمن، هیچ نمیدونه، اونم پاکستان اومده، یکی عراقی و یکی ایرانیه، یه سو زبون هم دیگر رو بلد نیستن، کنار هم دیگر رو هم بشه خدمت هم به هم میکنن. پس چرا ما صبح تا شب داریم هم دعوا میکنم تو زندگی خودم؟ وقتی برمیگردیم یه ماشین پیچیده جلومون، یه ماشین پیچیده جلومون، فوش و فوشکاری، تصادف اسمش روشه، یعنی تصادفیه، یعنی عمدی نیست. با دو ماشین خوردن بهم، چرا من فوش میدید؟ چرا قفل فرمون کشیدید واسه هم دیگه؟ اه اصلا میبینی غیر طبیعی بودن این مسیر. اصلا شما اگه همه این جماعت یه ورزشگاه فوتبال میریم، این هم جمعیت جمع میشه، چرا نمه دعوا اونجا؟ نه بین طرف دو تا تیم ها، بین طرف یه تیم، سر جای اینجا نشستین، جای من بوده، جای تو بوده، توی هیئت اون طرف میبینی آقا من اینجا میخوام وایستم، برو عقب، برو میبینی دعواشون شد. آقا چی میشه اینجا اینجوری نیست؟ همینا رو بهتون میگم آخرشا، یه اتفاق فقط یه دلیل داره.
مورد پنجم برابریه تو این صحراست. اسمشو عمدن گفتم صحرا. صحراست دیگه، فقط یه جاده آسفالت داره. اینجا بیابون بود اینجوری آباد شد. من هیچ وقت این روایت رو نمیفهمیدم، گفتم او کو تا ظهور. گفت این دوتا حرم به هم میچسبه، حرم امیرالمومنین به حرم ابا عبدالله. گفتم یعنی چی این دوتا؟ اینکه بیابون برهوته که. به خدا 5-6 سال پیش میومدم گفتم چی خدا این روایت رو همینو به هم میچسبه یعنی چی؟ میگه این حرم ها به هم میچسبه، هر وجبش قیمت یه وجب طلا پیدا میکن. بعد یویدم تو 2-3 سال که انهو معجزه شد، دیدم چسبیدن به هم، هیچ جای خالی وجب، یه وجب جا خالی پیدا نمیکن. میبینی تو 2-3 سال. حالا نمیدونیم ظهور آقامون کیه، اما حالا سالهای در پیشه دیگه. همینطور اون طرف جاده رو، جاده رو برم دارن موکب میسازن، دیدید؟ اینجا یه صحراییه که همه با هم برابرن. شعار اصلی اسلام برادری و برابریه دیگه. اینجا به معنی واقعی کلمه محقق میشه، برادری برابری. اینجا کسی کار داره، تو دکتری، استاد دانشگاهی، کارگری، کارمندی، شغلت چیه؟ به کسی چه؟ ابوالحسن خرقانی حرف جمله قشنگی داره تو سردر مقبرش زدن. من شاهرود رفته بودم بالای شاهرود تو روستای قلن و خرقانه، مال همونجاست دیگه، خرقانی زده بود هر که در این سرای در آمد از دین و ایمانش نپرسید. چی کار داری کیه؟ چون آن که بر سفره، قریب مزمون میگم، بر سفره خدا به جان ارزد، بر سفره بوالحسن به نان ارزد. گو اون کسی که خدا بهش چی داده؟ جون داده. ابوالحسن خرقانی بهش نون نده؟ اینجا کسی ازت رو میپرسه سنی، شیعی، مسیحی؟ هیچ. تنها سوال ازت اینه، کسی ازت نمیپرسه ایرانی یا عرب. یعنی این سوال پرسیدن برای مچگیری و اینجور چیزا نیست. یه جا میخوای بری چای بخوری، میگه چای عراقی یا ایرانی میخوای؟ اونا برای خدمت بیشتر به خودته. برابری محضه. اینجا باشه آی دکتر، میدونم اونجا یک دفتری داری، دستکی داری، مردم باید وقت بگیرن بیان ببینن، پول باید بهت بدن بیان پیشت ببیننت، مطبت. اما اینجا همینطور بغل بغل دستید خوابیدی، بغل دستید یه کسیه که شاید به لحاظ چه میدونم تحصیلات دارو نداشته باشه، آقای پولدار که تو خونه خودت رو فلان تخت میخوابی، قبلش حتما نمیدونم دوش آب گرم میگیری، ها لباس خواب تنت میکنی میخوابی. اینجا مثل بقیه لای همین پتوها. قشنگیش به همینه، برابر. محشر هم همین جوریه دیگه، محشر اصلا همین جوری، همه اینا لای هم ریختن، برهنن، تشنن، گرسنن، چشما از حدقه در اومده، نور نیست، ظلمات محضه، چششو نمیبینه. میگه مثل تیره توی تیردون، تیری که توی تیردون میذاشتن، یه پارچه میذاشتن کنارش که سوار اسب میشه طرف لق نزنه تیره، مثل فنر تو خشاب که تیرو محکم. میگه مثل تیره توی تیردونی که پارچه کنارش محشور میشید، یعنی چسبیده به همینطوری. اونجا ببخشید آقای دکتر پام رفت رو پات، این خبران هیچ کیشکی نمیشه. تازه اینجا خیلی خوبه، اونجا میگه ولا تزر و وازرتن وزر اخرى، هیچ کس بار کسی دیگر رو به دوش نمیکشه. اینجا کسی بار یکی دیگر به بده، من خسته شدم بیا کولامون عوض کن، بده من اینو بیارم، نه میارم خودم. این نمیارم یعنی چی؟ یعنی گردن خودمه. کمک رسوندن و ایثار به دیگران. فراوان دارید میبینید که دیگه اصلا شاخصه اصلی این مسیره. آدم میبینید یک نفر رو روی گاری گذاشته داره میبردش، یکی کول کرده داره میبره کل مسیر. من بگذارم تو خدای ما یه کول پشتی برداشتیم، پدرمون در اومده، هر سال هم هی داریم سبکترش میکنیم، نه؟
میگه پارسال رفتیم لباس اضافی نبرید آقا، نمیخواد لیوان بشقاب قاشق نبرید اونجا زیاده، نمیخواد الکی بار اضافیه، هی داریم کمش میکنیم، داریم یاد میگیریم که اون طرف هم اگه بارت سنگین باشه بیچاره سبک بال باید رفت و سبک بار باید رفت. اون طرف اینه بعضی ها مثل پرنده میپرن جست نمیزنن، تو نمیتونی، چرا؟ چون بار گناه ها سنگینه. این سبک بودن رو میفهمی، بار اضافه بر نداشتن رو متوجه میشی، اما میبینی تو اون مسیر کسی بار کسی دیگر به دوش نمیگیره، اما اینجا میگیرن، اینجا کمک میکنن به همه. مورد دیگه ویژه عجیب غریبش که این کار فرهنگی جهانی و بی‌نظیر مردمی داره صورت میگیره. بودجه دولتی نداره، دولت ها بیان یه کمکی بکنن، حالا ما که از خودمون ما میخوایم هیچ کمکی نکنن، یعنی پول اضافه تر نگیرن بابت ویزا و نمیدونم اینجور چیزا، کمک گفت ما را به خیر تو امید نیست شر مرز و جون مادرت کمک نکن، فقط تو جفا ننداز ما بخوریم زمین بقیش پیشکش. خب آره، اما عمده کار بنا زحمت دارن میکشن، راهنمایی، راننده، از اون طرف ایران پارکینگ درست کنن، این طرف کمک فلان، اما عمده کار داره چی میشه؟ مردمی داره صورت میگیره، کمکش مردمی، نیروی کارش مردمیه. امام زمان عجل الله وقتی ظهور میکنن از خود ماها کمک میخوان، پول تو جیب ما رو الزام هم. میگه خودت باید باشی، نمیشه ما خشک حساب کنیم آقا، نه خودت باید بلند شی. ذوالقرنین وقتی رسید به اون مردمی که تحت فشار یعجوج و ماجوج بودن، قرآن میگه سوره کهف، نگفت پول، اونا گفتن پول بدیم، از قضا اونا گفتن، گفتن خراج بدیم کارمون رو راه بندازی، گفت پولکی نیست داداش، عینونی، خودتون باید کمک کنی، آستیناتو بزن بالا بیا جلو. گرفتی چی شد؟ اینجا مسیر مسیری که داره مردمی کار شده، این مردم همه با هم دارن این شگفتی رو خلق میکنن، چه اون کسی که حضور داره، اصلا حضور این آدم بزرگترین کمک، به عنوان یک نفر یه جای رو اشغال کردن این باید باشه، چه اون کسی که فضا فراهم میکنه برای این آدم که بلند شه بیاد، همه دارن کنار هم دیگه بلند میشن کار میکنن، چه اون پزشکی که بلند شده، همه مردمی، همه مردمی، پابلیک پابلیک، عمومی عمومیه. پزشکه بلند شد، من پارسال بودیدم دندون پزشک بودی جعبه انداخته، من دندون پزشک هستم اگه کسی میدونم، من این کار از دستم برمید، یکی اینکه خودم حضور پیدا کنم، یکی هم اینجا آقا یه نفر دمیدم خیاطه اومده اینجا دم و دستگاه درست کرده، میگه تو را این کیف و ساکشون چمدونشون پاره میشه کمک کنم، هر کسی یه کاری از دستش برمیاد، اومده این عرصه باید جمع بشه، ماشین برای اینکه راه بیفته کار بکنه همه چی میخواد، از موتور ماشین گرفته تا باد لاستیک تا آب تو رادیاتور، قرار نیست همه موتور ماشین باشیم، بعضی همون قرار آب تو رادیاتور باشیم، اگه نباشیم ماشین جوش میاره راه نمیره، متوجه چی شد؟ هر کسی یه گوشه کار، اصلا یک سیستمه، یه ساختاره که همه چی سر جای خودشه، از اون بچه کوچیکی تو مسیر عطر دستش گرفته میزنه کف دستت باید باشه، تا اون کسی که چه میدونم یه جره ثقیلی میاره یه سازه های بزرگ جا به جا میکن. تو ظهورم همین جوریه، میاد آقامون ظهور میکنه میگه چی ازت برمیاد، بیا وسط، بیا بیا تو هم باید بیای، این مانوره، ما داریم مانور برقرار میکنیم بتونیم اون کارو درستش بکنیم. نژادها کنار میره، یکی از اصلی ترین شاخصه های کارهای شیطانی نژاد پرستی است، بزرگ نژاد پرستان و متعصبان هم ابلیسه، امیرالمومنین فرمود امام المتعصبین، خلقتنی من نار، گفت من از آتیش آفریدی، خلقت هم من تین، اون گلی خاکی نژاد من برتره، من به اون سجده بکن نیستم. اینجا یاد میگیری ترک، فارس، عرب، عجب، اینا با هم هیچ فرقی ندارن برادر من، ان اکرمکم عند الله اسقاکم، اینجا میدونی کی فرق داره، اون کسی که هممونو خواسته، اون کسی که آقامون ویژه تر خواستتش، هرچه حسینی تر عزیز تر، نه هرچه فارس تر، ترک تر، عرب تر، اینا همش جهله، پان فارسیز، پان ترکیز، پان عربیز، پان کردیزم، اینا همش عین جهله، اینا همش شیطانیه. اینجا میره کنار، ایرانی میره تو مکه و عراقی و عراقی میره. دیشب هم عرض کردم، امشب هم بازم میگم، این میزبانی رو از عراقی ها نگیرید، کاری نشه اینجوری نشه که ایرانی ها برن تو مکه و ایرانی ها.
عراقی تو موکب عراقی ها. این جزء آسیب‌های اربعینی که داره تهدید میکنه اربعین رو، هنوز این گوش موشا صداهاش میاد، هر از چنگ آدم میبینه. بابا میزبانی ازشون نگیره، کل عشقشون به همینه، برید باشون حال کنید، باشون گپ بزنید، تشکر کنید، بهش بگید، بگید من ایرانی هم اما در به در دومای حتما دوستم تو موکب عراقی ها بخوا. کیف میکنه وقتی نوش میگی بابا. کل این یکی از دوستان زور داشت موافق قشنگ زد، کل این چشمه ها به هم جمع شد، شد چی؟ یه رود. کل دنیا صهیونیست ها ترسیدن از این اتفاق، یه عده اصرار دارن دوباره اینا رو چشمه کنن. بابا چرا این کارو میکنید آخه؟ اینجا فراموش کنید ایرانید، اینجا جزئی از امت اسلامید، اینجا حسینی هممون، چه اهمیتی به خدا نه بابا من شما عراقی بودن شما عراقی بودن، گواتمالا به دنیا اومده بودن ما گواتمالایی بودیم، تعارف که نداریم که. یک مستندی من دیدم از این غربی‌ها برداشت بودن، یا افرادی رو دعوت می‌کرد، من دیدید ما رو کانالمون هم گذاشتیم، افرادی میشوندن میگفتش که از چه نژادی خیلی بده میاد، من از آلمانا بیزارم، اون گفت من از انگلیسیا بیزارم، اون بعد ترکا بدم، میگه من کجا بدم. بعد همونجا دی ان ای خودشو میگرفتن، یه هفته بعد میام یه موعد چقدر دوباره دعوتش کردن، نتیجه آزمایش نگام که این به آلمانا فوش میداد، خودش 20% ژن آلمانی داره. نه بابا یه جوری مثلا نژاد پرستی میگن که انو مثلا نژاد خالص هم هستن. اولا که خودش وهمه، گیریم چه اهمیتی داره اون کسی که امام حسینی تر برای ما عزیزتر. تو بین اون همه عرب یه نفر از مجوسا بلند شده رفته، اسمش سلمان چیه؟ فارسی. رفته ایمان آورده، به مقامی رسید که هیچ کدام از صحابه نرسیدن، هیچ کدام بلا شک، هیچ کس در صحابه جای حضرت سلمان چیه؟ نمیگیره، نه مقداد نه ابوذر، هیچ کدام. ویژگی حضرت سلمان اینه که سلمان اهل بیتیه. یکی از ویژگی های دیگه این مسیر اینه که، عذر میخوام لفظ استفاده میکنم اما این واقعیت دیگه، این مسیر مسیر جنسی نیست ها، این مسیر میلیون ها آدم به معنی واقعی کلمه یه چیزی برامون جا میفته، خواهری و برادری دینی. غیرت داری نسبت به اون زنی که داره بغلت رد میشه، عجیب نیست؟ چرا اینجا، چرا اونجا نمیتونه، تو شهر نمیتونه چش خودشو کنترل کنه؟ شاید بگی که ببین آخه این آدمم که اینجاست اینطوریه، اما اون کسی که تو شهر اینطوری نیست. برای این جواب دارم، به وقتش میگم. الان سرزرب بگم این که تو اینجوری باش، تو که باید وظیفه خود انجام بده، با اون یکی چیکار داری؟ آقا من بد رانندگی کنم، چرا بد رانندگی؟ چون معلومه من خوب رانندگی کنم، شاید یکی دیگه به من زد. روی این حساب آدم میتونه مثلا اینجوری کار بکنه؟ این که نمیشه که. اینجا آموزش ترک گناهه، همین مدلی که اینجا داره خودمون نگه میداریم همینو ادامه، اصلا قرار این خلقیات اربعینی رو ببریم. میدین اصلا چرا اینجا جمع شدیم؟ اومدیم اینجا آموزش ببینیم، امام حسین شده مربیمون، تربیتمون کنه، بعد ما میشیم سفیران امام حسین. این تفکر رو باید ببریم شهرهای خودمون. من پیرارسال راجع به این صحبت کردم، موضوعم این بود، اینجا باید ببریم تزریق کنیم این شیوه تمدن سازی اربعین رو. بریم بگیم آقا بریم اینجا خودمون رو جمع بکنیم، ببینیم تو شهرمون، من تو اربعین یاد گرفتم این کار، بریم تزریق کنیم. این باید انگار یه مثل یه قطره چکن، اینجا یه شیرینی رو گرفتی ببر اونجا تو یه لیوان آب بندازی، اون آب شیرین بشه، لذت ببرن، اسمش میشه شربت. اگر خوب یاد بگیری میتونی یه لیوانو شیرین کنی ولو یه قطره باشی. اینجا آموزش، اینجا چجوری چشتو میتونی کنترل کنی؟ همین اون طرف هم کنترل کن. مورد آخرمون این که اینجا داره یه ساختار به وجود میاد، آروم آروم آدم ها کنار هم دارن یه شاکلهی رو به وجود، یه شکلی دارن میسازن، ما هر کدوم یکی این تیکه های پازلیم، این اتفاقات یکی از تیکه های پازله، کنار هم که چیده میشن از دور که نگاه میکنیم میره عجب، یه ویوی داره، یه ترسیمی داره.
اینجا همه اون کسی که چه میدونم آشپزی میکنه، اون چیزو آب میاره، اون چیزو با ماشین میبره، اون که همه اینا دارن یه چیزی رو درست میکنن که یک مثال کوچک از ظهور آغاز. شما میگه بعد از ظهور پول دیگه معنی نداره اینم. اینجوری دیگه پول برداشته میشه. چون هیچ کسی الان فکر کن مثلا توی شهر ما یهی بگن که آقا اینجا قصابیه مثلا پول نمیگیره، چیکار میکنن؟ قصابی را جاش میکنن میبرن. آره دیگه تعارف که نداریم که. اما تو ظهور اینجوری نیست. ظهور که شک بگیره چه بس اون قصاب اصلا در قصابیش نباشه، تو بلند میشیر به اندازه نیازت برمیداری میه بیری بیرون. مثلا چی شد؟ میگه که مردم در به در دنبال فقیر میگردن که بهش کمک کنن، پیدا نمیکنن. میگه جوری طلا بار میزنن برای طرف تو ساکش و نمیدونم اون خورجینی که داره نمیتونه بلند کنه ببره، زورش نمیرسه. میخوام چی کار؟ مردم چطور به اون فهم میرسن؟ میگید عجیبه، مگه میشه آقا اینا الکیه؟ بیا ببین دیگه، بیا تجربه کن، بیا ببین. میگه بس آقا برداشم چشو دلت رو سیر میکنن، چشو دلت رو سیر میکنن. یک تایم کوتاه، یه زمان کوتاهی پرده ها برداشته میشه، یه نوری میتابه که دلا اینجوریه. آدم دنیای بعد از ظهور رو شاید یک هزارمش رو حس میکنه. ببین اون چیه. یه چیز عجیب به شما بگم، یک روایتی رو باش برخورد کردم پیرامون سخنرانی که محرم داشتن راجع براعت، خیلی عجیب بود. میگفت مردم بعد از ظهور تازه براعت پیدا میکنن به دشمن اهل بیت، که تا قبلش اصلا اینجوری اعلام براعت نکرده بودن و حس براعت نداشتن. میگه چرا؟ میگه تازه میفهمن اونها چی رو از اینا گرفته بودن تا الان. طرف میگه خاک بر سر ما، ما چجوری داشتیم تا قبل این زندگی؟ ما قرار بود اینجوری زندگی بکنیم؟ خدا لعنتتون کنه که نذاشتید اینا به حکومت برسن. همین چی شو؟ اینا ته دل میگه، حس میکنه، میگه میسوزه و میگه چنان شوق برانگیز دنیای بعد از ظهور وقتی روایت ها رو آدم میخونه دیوونه میشه. اصلا میگه اینا خیاله، مگه میشه همچین چیزی باشه؟ خدا یه هفته پرده رو برمیداره میگه بیاد ببینید، بیاد هر کی دوسته، خودیا بیان، حسینیا بیان، حسینیا بیان ببینن، ببینن شدنیه. نگه دارید سنگر رو، نترسید، درست ظلمت زیاد شده، گناه زیاد شده، اما سنگر رو نگه دارید، نگه دارید، نترسید، اندکی صبر، سحر نزدیک است انشاءالله. خب میگه آره خودتون رو نگه دارید. آدم به خدا میبینه اربعین تموم میشه، آدم های اونو خلقشون برمیه. ای یکی این دوستا میگه من خونه یکی از عراقی ها بودم، گوه اربعین تموم شد، گوه داداش جمع کن پاشو برو دیگه. گفتم آقا تو رو خدا یه روز دیگه شلوغ فلان. گفت پاشو برو. گفتم چی شد؟ گفت از امروز به بعدشو یا خوشگه حساب میکنی بابت موندن یا پاشو برو. گفتم بله آقا جان، اون عنایت. اما ما قراره بیایم اینجا نفس بگیریم، پرو اکسیژن، بریم دوباره تو دود قدم، بیایم اینجا زره بپوشیم، آماده بشیم، ها بریم برای جنگیدن با ساختار شیطان، بریم بجنگیم. چجوری با ساختار شیطان بجنگیم؟ بریم تو جامعهمون این چیزایی که راجع به اربعین به ذهن من رسیده بود 10 برابرش ممکن بشه شما برسه، ببریم تزریق کنیم. یعنی چی؟ یعنی من برگشتم، از فردا برگشتم شهر خودم، تهران، شیراز، تبریز، هر جایی که اومدم رفتم اونجا، از فردا با خودم میگم من از امروز صبح تو رانندگی به مردم راه میدم، این کار من. امکان نداره این کارو تو بکنی به اون آدمی که بهش راه دادی رو ذهنش اثر نذاره. با خودش میگه هنوز یه سری، دیدید این لفظ چقدر میشنه وقتی خوبی میبینید، هنوز یه سری آدما موندن این کار. یعنی چی؟ پس بذار بیشتر ببینن مردم.
اون روش اثر میذاره، اون به یه نفر دیگه راه میده، باز اون متأثر از اون میشه، خوبی رو تزریق میکنی، پخش میشه. آقا نمیتونی سختته، باشه عیبی نداره، بگو من روزی به 20 نفر راه میدم، 20 تا تموم شد باز همون آدم شو قبول، اما بدون اون 20 تا تأثیر میذاره، شک نکن. من از این به بعد عهد میبندم کمک کنم. آه یه نفر داره میره، یه نیازی داره، یه چیزی بلند میکنه، یه باری داره میره، میتونم کمکتون کنم؟ حالا میگه نه، باش، گردن ساقط. از این به بعد سعی میکنم به نیازمندان کمک کنه. به نیازمند کمک کنه زمان پول دادن نیست. آه طرف باید کلیهش دیالیز بشه، بهش بگو مثلا چه میدونم هفته دو روز این شماره من، به من زنگ میزن، من با ماشین میبرم بیمارستان میارم. این که ازت برمیاد که توی مسیر داره میره، طرف هیئت اومده بیرون، رو چهار نفر سوار کن سر رو برس. آقا من تو میدون فلان دارم میرم. بشکنید، چون فرهنگ غرب فرهنگ ایندیویدواله. ایندیویدوالیسم یعنی اینکه اصالت فرد. وقتی تو به یک کسی دیگه کمک میکنی اینو میشکنیش. بهترین راه مبارزه با شیطان همین کمک کردن به بقیه است. بهترین تبلیغ سیره اهل بیتم کمک به بقیه است. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، بابا مردم رو دعوت کن. ما بس دیگه اینقدر حرف زدیم، شما دیگه عمل کنیم. یه خورده مردم باستاب امیرالمومنین تو رفتاره ما ببینن، بگن این علویه، این حیدریه، این حسینیه، هوا ملت رو داره، قابل اعتماده. یه خاطره از یه جوونی برام گفت، برای تعریف کنم ارزم تمام. میگفتش که داشتم میرفتم هیئت، قریب مظلوم میگم، درست حضور ذهن ندارم، داشتم میرفتم سمت خونه، میگه یه ماشین وایستاد، یه خانمی ازش پیاده شد، اون آقای مشکی تنش بود، گفت داداش ایشونو میشه برسونی تا ته کوچه؟ گفتم چش. بعد میگه، میگفت تو راه هزار تا فکر سراغ من اومد، هی برگردم نگاش کنم ببینم خوشگله، زشته، چیه فلان. گفت هزار، با خودمو نگه داشتم، گفتم بابا پیران هیئت ما حسین. بعد میگه چند وقت بعد اون بنده خدا رو دیدمش، هم ماشینیه رو، برگشت به من گفتش که من خیلی عجله داشتم، این بدم حالا دخترش بوده، خواهرش بوده، من حضور ذهنم، او بنده خدا به من گفت، من یادم نمونده. میگه برگشت گفتش که من دیدم مشکی امام حسین تنته، گفتم این قابل اعتماده، مبادا ما با مشکی امام حسین یه کاری بکنی مردم بگن ای بابا اینام اینطوری. مردم حساسن، شیطون هم اینا رو دو برابر حساس میکنه، نه صد برابر است. این همه آدم سوار ماشین آنچنانی، مردم کافی یه آخون ببینن با ولی میشه اینا از کجا آوردن؟ خب ما باباش پول داشته خریده، نه این حتما مال مردم خورده. آ چرا؟ یارو دیوانه براش قمه کشته بود، رو مجلس راش نداده بودن، زد یه روحانی رو در مترو کش با قمه، با چاقو، گفت 35000 تومان دادم یه چاقو خریدم، گفتم اولین کسی که ببینم میذارم میکشمش، یه ربطی به این جمهوری اسلامی داشته باشه. یه روحانی بنده خدا پیدا کرد زد کشتش. پس اگر من به عنوان ریش میذارم محرم، با حواسم باشه، اگر منو به عنوان آدم امام حسینی میشناسن، آدم هیئتی میشناسن، این تو نمیخواد، دیدی تو نمیخواد اربعین بری، تو برو اینو درست کن، این حرف خیلی حرف بدیه. این یعنی از ما انتظار قبول داره، بخش از این انتظار اصلا چیه؟ غیر منصفانه است. اما الحمدلله که از من خوبی میخوان مردم، چرا اینو نمیبینید؟ الحمدلله از من خوبی میخوان مردم، از من میخوان من آدم باشم، خودشون نمیخوان آدم باشن ها، خودشون مجوز نکن، اما از من میخوان باید تو آدم باشی. الحمدلله، خدا رو شکر، چقدر خوب، چقدر خوب، زیر این همه عینکم، زیر این همه دوربینم، از من میخوان مثل آدم با من آدم زندگی کنم. رفتارمون، در رفتارمون بریم نشون بدیم. طرف میگه من خودم نمیتونم کارو فرهنگی کنم. برادر من تو مترو نشستی با مشکی امام حسینی، خب بلند شو جاتو بده به یه آدم، کار فرهنگی تو کردی. من توی فرودگاه نشسته بودم، یه آقای میخواست بره سرویس بهداشتی، بعد منو نمیشناخت، گفت یه دقیقه چمدون منو حواستون بهش هست. گفتم چشم. دیگه حتی کدش هم در بود، گذاشت رو چمدونش، رفت سرویس بهداشتی، اومد و بعد گفتش که اصلا هم ظاهر مذهبی نداشت به هیچ وجه. برگشت گفت دیدم داری قرآن میخونی. گفتم اینا که قرآن میخونن دوز نیستن. گفتم الحمدلله. تو این همه جمعیت گشت، من نمیشناختم، رائفی پور نمیشناخت، تو این همه جمعیت برایش گفتش که این قرآن میخونه، این دوز نیست، بذار بدارم. این خیلی ارزشمنده.
امانت داری مردم ما رو بشناسن. آقا امام سجاد فرمود خنجری که بابامو باش سر بریدن نزد من به امانت بگذارن صحیح و سالم پسش میدم. از ابا عبدالله روایی، یعنی امام صادق، در واقع ابا عبدالله امام صادق، از امام صادق پرسیدن آقا کجا فهمید دین داری یا رو طرف یا نه نماز و روزه اینا میشه فهمید؟ حضرت فرمود خیر. گفتن از چی بفهمی؟ حضرت فرمود شاید عادت کرده باشه به نماز خوندن. فرمود ببینید امانت داره یا نه، امین حرف مردم هست. بعضی ها باید قرآن بیاری جلوشون بگی دست بذار که به کسی نمیگی. بعضی ها که امینن باید بهشون بگی برو حتما بگو، اگه نگه اصلو بر نگفتن میذارن. تمرین کنیم دیگه امانت دار باشه. این مسیر میشه مسیر امینیه؟ چقدر خیالمون راحته. ناموس مردم رو نگاه نکنیم، امانت دار ناموس مردم باشه، امانت دار حرف مردم باشه، امانت دار پول مردم باشیم. امانت شاخه‌های مختلف داره. سرتون رو درد آوردم عذرخواهی میکنم. انشالله خداوند همه ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. انشالله با همین چشم سر خودمون ظهور آقا رو درک بکنیم. انشالله با همین قدم ها وقتی صدای انا بقیت الله رو میشنویم به سمت آقامون بشتابیم و آقامون هم ما رو دریابه، مثل یه آدمی که خواستیم براش ما رو درک بکنه و ما رو دریابه. صلواتی نادرست.